سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی بهرام رادان و اتفاق ناگواری که برای این بازیگر مشهور کشورمون افتاده میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو هم بزنید. بهرام رادان که این روزها در نقش کارگردان هم پا گذاشته و جایگاه متفاوتی در عرصه هنر رو تجربه میکنه و با فیلم گربه سیاه و اکرانش حسابی جنجال به پا کرده، متاسفانه این روزها درگیر خبری تلخ و اتفاقی ناگوار شده که در همین ابتدا برای این بازیگر خوب و خانوادگی محترمشون آرزوی صبر داریم. بهرام رادان بازیگر، خواننده و تهیه کننده موسیقیه. او در فیلم های افراد سرشناسی چون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، واروش کریم مسیحی، پوران درخشنده و رخشان بنی اعتماد و غیره بازی کرده. بهرام رادان در 8 اردیبهشت ماه سال 1358 در تهران متولد شد. وی 2 خواهر و 1 برادر داره و خودش فرزند آخر خانواده است. مادرش خونه‌دار و پدرش سرهنگ بازنشسته قبل از انقلاب و اصالتاً اهل اصفهان. رادان فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامیه. اون دوره بازیگری رو در سال 1378 و در آموزشگاه هیوا فیلم گذرون. بهرام رادان برای اولین بار با دیدن یک آگهی مربوط به کلاس‌های بازیگری در صفحه نیازمندی‌های روزنامه همشهری در این دوره آموزشی شرکت کرد و تونست نظر نادر مقدس رو جلب کنه. او در سال 79 با اولین حضور سینمایی در فیلم شور عشق تنها به واسطه یه چهرش شناخته شد. شور عشق به 3 فیلم پرفروش سال تبدیل شد. این بازیگر در همون سال در 2 فیلم دیگه به نام‌های آواز قو و آبی جلوی دوربین رفت. بهرام رادان در فیلم سینمایی آواز قو ساخته ی سعید اسدی در نقش پیمان فدایی حاضر شد و برای بازی در این فیلم در 5 دوره جشن خانه سینما نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. او در فیلم آبی ساخته ی حمید لبخنده نیز در نقش ارسطو ظاهر شد. رادان در سال 1381 در اولین همکاری خودش با بهروز افخمی در نقش راوی در فیلم سینمایی گاوخونی حاضر شد و برای بازی در این فیلم تندیس حافظ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو دریافت کرد. او بعد از فیلم گاوخونی در فیلم سینمایی آتش ساخته محمد حسین فرح‌بخش بازی کرد. این بازیگر در 3 فیلم خودش در سال 81 برای بازی در فیلم سینمایی روز زرد و ایفای نقش داوود با داریوش فرهنگ همکاری کرد. بهرام رادان در سال 1382 برای اولین بار با پوران درخشنده همکاری کرد که حاصل این همکاری نقش آفرینی او در فیلم سینمایی شمعی در باد و اجرای نقش فرزین زربان بود. برای بازی در این نقش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از 22 دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. در همون سال یعنی سال 82 این بازیگر برای اولین بار با مسعود کیمیایی نیز برای بازی در فیلم سربازهای جمعه همکاری کرد. فیلم سربازهای جمعه به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته یه سال 82 بود. برای بازی در این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از 22 جشنواره بین‌المللی فیلم شد. این بازیگر از سال 82 تا 85 در فیلم‌های مختلفی مانند گیلانه، رستگاری در 28 دقیقه، ازدواج صورتی، حکم، تقاطع، خونبازی و چارنگشتی بازی کرد. بهرام رادان در سال 1385 در فیلم جنجالی سنتوری نقش علی بلورچی ملقب به علی سنتوری رو ایفا کرد. این فیلم سینمایی هرگز اکران نشد و چند سال بعد از پخش غیرقانونیش مجوز نمایش در شبکه نمایش خانگی رو دریافت کرد. سنتوری یکی از موندگارترین فیلم‌ها و علی سنتوری یکی از ماندگارترین نقش‌های بهرام رادان به شمار میره. وی در سال 1387 پرکار بود و در فیلم‌های بیپولی، کارناوال مرگ، زادبوم، راه آبی ابریشم و تردید ایفای نقش کرد. او در سال 88 فقط در 2 پروژه تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی و آدمکش ساخته رضا کریمی حضور داشت. این بازیگر برای اجرای نقش مازیار مافی در فیلم آدمکش برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره بین‌المللی فیلم لاداخ شد.
او در سال 89 فقط در فیلم یکی از ما دو نفر ساخته ی تهمینه میلانی بازی کرد. بهرام رادان در سال 90 کمکار بود و فقط در فیلم سینمایی پل چوبی ساخته ی مهدی کرمپور نقش امیر رو بازی کرد. او در سال 92 در دو فیلم نقش نگار ساخته ی علی عطشانی و تراژدی ساخته ی آزیتا موگویی بازی کرد. این بازیگر در سال 93 در فیلم آتش بس 2 ساخته ی تهمینه میلانی در کنار میترا حجار به ایفای نقش پرداخت. این فیلم همانند سری نخست اون با استقبال خوبی روبرو شد و فروش میلیاردی داشت. او همچنین در همین سال در فیلم عصر یخبندان ساخته ی مصطفی کیایی بازی کرد. فیلم عصر یخبندان به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم در 33 دوره جشنواره فجر انتخاب شد. بهرام رادان در سال 94 در دو فیلم حکایت عاشقی ساخته ی احمد رمضانزاده و بارکد ساخته ی مصطفی کیایی ایفای نقش کرد. فیلم بارکد به عنوان فیلم منتخب مردم در 34مین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. این بازیگر سینمای ایران در سال 1396 با مصطفی کیایی در فیلم چهارراه استانبول همکاری کرد و سال 97 در فیلم‌های آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی، سونامی به کارگردانی رسول صدرعاملی و ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی بازی کرده. بهرام رادان تا کنون ازدواج نکرده و مجرده. مدتی پیش با انتشار یک عکس در کنار یک زن در صفحه اینستاگرامش خبر عروسیش رو داد، اما این خبر دروغ 13 بود و در واقع مربوط به حضور او در یک فیلم آمریکاییه. مادرش میگه از او دلخور هستیم و دوست داریم زودتر ازدواج کنه و ما هم بچه هاش رو ببینیم، ولی هنوز قانع نشده. رادان در پاسخ به این دلخوری به شوخی میگه فعلا برنامه‌ای برای رفع این دلخوری ندارم. شاید کمی رازیانه یه دم کرده موجب التیام موقت این دلخوری بشه. بهرام رادان کار مدلینگ و تبلیغ رو با پیشنهاد LG آغاز کرد. سپس این فعالیت رو با برند نیمانی و نووین چرم ادامه داد و در آخر با چرم مشهد همکاری کرد. گفته شده بهرام رادان سهامدار کافه‌های زنجیره ویونا در ایرانه. البته ویونای مرکزی اعلام کرده که تنها یکی از شعب مجموعه متعلق به ایشونه. چیزی که درباره اون اتفاق نظر بیشتریه کافه 45 نفره پاسدارانه که گفته میشه متعلق به شخص بهرام رادانه. البته در این کافه چیزی از اسم ایشون و پوسترهاش دیده نمیشه و یکی از نکات جالب توجه اینه که کشیدن سیگار حتی قبل از تصویب قانون منع سیگار در کافه ها در این کافه ممنوع بوده. او در سال 2017 مشعل بازی‌های المپیک زمستانی 2018 رو در سئول هم کرد. اون گفته خوشحاله که مشعل المپیک رو هم می‌کنه و حس خیلی خوب و عجیبی بود که تونستم این مشعل رو هم کنم و برای من یک لحظه تاریخی قلمداد میشه. در سال 1389 بهرام رادان به عنوان اولین سفیر ایرانی برنامه جهانی غذا در مبارزه علیه گرسنگی منصوب شد. رادان وقتی به عنوان اولین سفیر ایرانی این برنامه منصوب شد اعلام کرد که مسئله گرسنگان جهان یکی از دغدغه‌های جدی اون بوده. اون فعالیت پررنگی در راستای افزایش سطح آگاهی مردم از گرسنگی جهان و وضعیت پناهندگان در کشور کرد. رادان در یک آلبوم موسیقی تحت عنوان روی دیگر خوانندگی کرده. رادان تا کنون در آثار بسیاری همچون فیلم‌های سینمایی ابلق، چهارراه استانبول، بارکد، عصر یخمندان، تردید، تهران 1500، بیپولی، کنعان، سنتوری، خونبازی، آتش، فیلم مستند من ناصر حجازی هستم، سریال های نمایش خانگی رقص روی شیشه و جیران حضور داشته. اما متاسفانه با خبر شدیم بهرام رادان بازیگر خوب کشورمون در غم از دست دادن پدرش به سوگ نشست. برای این بازیگر خوب و خانواده‌اش آرزوی صبر داریم و به این بازیگر تسلیت میگیم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.